بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و این قسمت 99 مدرسه حفظه، همون جایی که هر کی دوست داشته باشه میتونه به آسونی حافظ قرآن بشه. اگه چند روز همراه برنامه ما شدید و دوست دارید ما رو به رفقاتون معرفی کنید و دنبال برنامه های قبلی میگردید، میتونید از این راه هم برنامه های قبلی رو ببینید و هم اگه نظر و پیشنهادی راجع به من یا برنامه دارید با ما در میون بذارید. قبل از حفظ امروزمون به درس گذشته نگاهی بندازیم. انه لقول رسول کریم، این قرآن سخن فرشته بزرگواری است. ذی قوت عند ذی العرش مکین، نیرومندی که نزد خداوند که صاحب عرش است دارای مقام و منزلتی بالاست. مطاع ثم امین، در عرش مورد اطاعت فرشتگان بوده و امین است. و ما صاحبكم بمجنون، رفیق و همنشین شما مبتلا به جنون و دیوانگی نیست. ولقد رآه بالافق المبین، بی تردید پیامبر فرشته وحی را در افقی روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بظنین، و او در ابلاغ پیام‌های غیبی کوتاهی نکرده است. یکی از چیزایی که ما بنده ها به دلیل ندونستن مصلحتش بابتش به خدا اعتراض میکنیم اینه که چرا دعاهامون مستجاب نمیشه. مدام پیش خودمون میگیم که ما برای بعضی چیزا کلی دعا کردیم ولی نتیجه اون چیزی نشد که براش دعا میکردیم. نمونه باردش هم جوانای دلشکسته هستن که برای رسیدن به عشقی که به نظر خودشون بهترین گزینه زندگیشون بوده دعا کردن و نتیجه نگرفتن، غافل از اینکه شاید خدا به خاطر همون دعاها بهشون توجه کرده و چون مصلحتشون تو اون اتفاق نبوده مانع از رخ دادن اون شده. البته قضیه دلایل استجابت دعا یا عدم اون و معنای مستجاب شدن دعا یه بحث مفصله که جاش اینجا نیست، ولی خوبه که بدونید یکی از راه‌های تضمینی برای اینکه دعاهاتون مستجاب بشه قرآن خوندنه. امام حسن مجتبی توی حدیث زیبایی می‌فرمایند هر کسی که قرآن بخونه یه دعای مستجاب تضمینی پیش خدا داره، حالا یا بلا فاصله یا با تأخیر. این روزا که توفیق خوندن قرآن به صورت شبانه روزی در اختیارمون هست، یادمون نره که برای مشکلات هم دعا کنیم، مخصوصا مشکلاتی که جامعه رو درگیر خودش کرده و باعث فشار روی مردم شده. میریم سراغ درس جدیدمون که حفظ آیات 25 تا 29 سوره تکویره. تو مرتبه اول یک بار آیات جدید رو با صدای زیبای استاد پرهیزگار میشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حتما یادتون هست که گفتیم موضوع آیات ابتدایی این سوره فروپاشی نظام دنیا موقع فرارسیدن روز قیامته. بعدش هم آیات مربوط به توصیف روز قیامت و برپایی دادگاه عدل الهی تو اون روز رو خوندیم و از دو روز قبل شروع کردیم به خوندن آیات مربوط به بیان حقانیت قرآن و جایگاه فرشته وحی و پیامبر، و امروز آیات پایانی این موضوع که پایان بخش این سوره هست رو حفظ میکنیم. بعد از مقدماتی که تو آیات قبل بهش اشاره شد و خدا تصریح کرد که پیامبر تو رسالتش کوتاهی نکرده، تو این آیه این نکته جدید هم اضافه میکنه. و ما هو بقول شیطان الرجیم، آیات قرآن سخنان شیطان رانده شده نیست، که بعضی از همون بیعقل‌هایی که پیامبر رو دیوانه خطاب می‌کردن چنین حرف بی‌اساسی رو هم زده بودن که پیامبر از طریق سحر و جادو و ارتباط با شیاطین و اجنه این آیه ها رو آورده
و واقعا چقدر نادون بودن که این فکر را نکردن که شیاطین کجا و این مفاهیم ارزشمند کجا. آیه اول درسمون رو بشنویم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. زمزمه میکنیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. همخوانی میکنیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. بدون استاد پرهیزکار تکرار کنیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. حالا سه بار از حفظ میخونیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم. تو آیه بعد خدا با یه سوال همراه با توبیخ میگه فأین تذهبون؟ پس به کجا میروید؟ ای کافرایی که پیامبر براتون این همه دلایل روشن آورده و دنبال هدایت شماست، چرا راه راست رو رها کردید و به بیراهه میروید؟ آیه رو گوش کنیم. فأین تذهبون؟ زمزمه کنیم. فأین تذهبون؟ همخوانی میکنیم. فأین تذهبون؟ بدون استاد تکرار کنیم. فأین تذهبون؟ وقت سه بار از حفظ خوندن رسیده. فأین تذهبون؟ فأین تذهبون؟ فأین تذهبون؟ تو این مرحله دعایی رو که حفظ کردیم به هم متصل میکنیم، پس اول از روی قرآن بخونید. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. حالا از حفظ تکرار کنید. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. خدا تو آیه 27 یکی از ویژگی های بارز قرآن رو بیان میکنه و میگه این هو الا ذکر للعالمین. قرآن فقط وسیله یادآوری و پند برای جهانیان است. عبارتی که مضمونش تو بیش از 5 آیه قرآن کریم تکرار شده و نشون دهنده اینه که این ویژگی یعنی یادآور بودن یکی از مهمترین کاربردهای قرآنه و کسی که به تذکراتش توجه کنه حتما تو مسیر هدایت قرار میگیره و سعادتمند میشه. آیه رو گوش کنیم. این هو الا ذکر للعالمین. زمزمه کنیم. این هو الا ذکر للعالمین. با استاد پرهیزکار تکرار کنیم. این هو الا ذکر للعالمین. با نگاه به قرآن بدون استاد میخونیم. این هو الا ذکر للعالمین. سه بار از حفظ تکرار کنیم. این هو الا ذکر للعالمین. این هو الا ذکر للعالمین. این هو الا ذکر للعالمین. حالا تو این مرحله آیات به هم وصل میشن. یک بار از روی قرآن و با دقت تمام بخونید. و ما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون. این هو الا ذکر للعالمین. حالا از حفظ تکرار کنید. و ما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون. این هو الا ذکر للعالمین. آیه 28 ادامه آیه قبل هست که میگه لمن شاء منکم ان یستقیم. برای آن کسی از شما که بخواهد راهی استوار و درست را بپیماید. یعنی شرط استفاده از تعالیم قرآن اینه که انسان روحیه حق پذیری داشته باشه و بخواد هدایت بشه و اونایی که خودشون رو از دریافت آموزه هاش محروم کنن حسرت ابدی رو همیشه همراه خودشون دارند. آیه رو گوش کنیم. لمن شاء منكم ان يستقيم. زمزمه میکنیم. لمن شاء منكم ان يستقيم. به همراه استاد پرهیزکار تکرار میکنیم. لمن شاء منكم ان يستقيم. با نگاه به قرآن دوباره همخوانی میکنیم ولی بدون استاد پرهیزکار.
لمن شاء منكم أن يستقيم. حالا سه بار از حفظ میخونیم. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. تو این مرحله باید آیات حفظمون رو به هم متصل کنیم، از روی قرآن بخونیم. و ما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم. حالا از حفظ تکرار میکنیم. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما آية آخر درس امروزمون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، و شما پیمودن راه مستقیم را نخواهید خواست مگر آنکه خداوندی که پروردگار جهانیان است بخواهد. و گرایش انسان به سمت تقوا یه هدیه و موهبت از سوی خداونده که اگه خدا نمیخواست هیچ کدوم از انسانها راهی برای دسترسی به سعادت ابدی پیدا نمیکردن. البته یقینا اراده عام الهی به هدایت تمامی انسان‌ها تعلق گرفته، ولی این وسط یه عده هستن که با دست خودشون رو بدبخت می‌کنند. آخرین آیه سوره رو گوش می‌کنیم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. زمزمه می‌کنیم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حالا همخوانی میکنیم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بدون استاد تکرار کنیم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سه بار از حفظ میخونیم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خب حالا که درس امروزمون به پایان رسید، باید تو قدم و ایستگاه آخر آیات درس جدید رو به هم وصل کنیم و ابتدا با دقت از روی قرآن بخونید. و ما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آفرین به شما. و حالا از حفظ تکرار میکنیم. وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اینم از حفظ 33 سوره جزء 30 قرآن. حالا فقط 4 تا سوره مونده تا جزء 30 به پایان برسه. فقط 24 جلسه دیگه. خب یه نکته هم امروز براتون بگم. اگه میخواین تو زمان مرور کردن بازدهی خوبی داشته باشین و محفوظاتتون قوی تر از قبل بشه، از مرور کردن تو زمانایی که خسته این و حال ندارین دوری کنید و سعی کنین هر وقت با انرژی و نشاط بودید با شادابی محفوظاتتون رو تکرار و تثبیت کنید تا بهره برداری بیشتری از مرورتون داشته باشید. البته لازمه برای پیشگیری از سوء تفاهم یه خاطره براتون بگم. یه بار توی کلاسم این توصیه رو به شاگردای نوجوونم کردم. بعد از یه مدتی دیدم یکی از بچه‌های کلاس روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. پیگیری کردم و از خانواده‌اش جویا شدم تا دلیلش رو پیدا کنم. مادرش گفت که چند روزه هر وقت به پسرمون میگیم بیا وقت خوندن محدوده مرورت رسیده، میگه الان خستم و انرژی ندارم. استادمون هم گفته که فقط هر وقت حال داشتید مرور کنید. خلاصه یه وقتی به این بهونه مرورتون رو تعطیل نکنید و بگید تقصیر من بوده. البته حتما همتون خوب میدونین که یقینا اختصاص دادن وقتای زنده به مرور قرآن دست خود شماست و طبیعی که اگه برای این کار مهم وقتی رو معین نکنید و درگیر کارهای روزمره بشید، طبیعتا یا وقت خالی گیر نمیارید یا تو وقتای باقی موندتون که خیلی خسته و بی انرژی هستید میخواید قرآن رو مرور کنید. خب از آیه 32 سوره نازعات تا حفظ جدید رو به عنوان 10 درس بخونید و مرورتون هم سوره های بینه، نبأ و نازعات تا آیه 31 هست که سعی کنید با نشاط کامل مرور کنید. از درس بعدی به امید خدا سوره انفطار رو شروع میکنیم و حفظ 5 آیه اولش برای جلسه بعده. شب و روزتون قرآنی باشه. یا علی مدد.